دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 به پایان رسیده و اکنون جهان در دوران پسا کرونا به سر می‌برد و لذا کشورهای مختلف جهان شاهد افزایش سفرها هستند. در همین راستا مسئولان عراقی در جدیدترین گزارش‌ها از افزایش دو برابری تعداد زائران غیر عراقی عتبات در 6 ماه اخیر خبر دادند. همکارم مائد خاموش گزارش می‌دهد. در سال جاری با برداشتن محدودیت های کرونا در عراق، بسیاری از زائران خارجی از کشورهای مختلف به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند که بیشتر زائران مشرف شده به عراق ایرانی و پس از آن پاکستانی و هندی هستند. مسئولان عراق در جدیدترین گزارش ها از افزایش دو برابری تعداد زائران خارجی عتبات در 6 ماه اخیر خبر دادند. این امر در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته به دلیل شیوع کرونا هیچ زائر خارجی به زیارت عتبات مشرف نشد. بیشتر زائران خارجی عتبات ایرانیان هستند. از طرفی هم سازمان حج و زیارت از آمادگی برای افزایش تعداد زائران خبر داد، زیرا با توجه به محدودیت‌های موجود به دلیل شیوع کرونا از ابتدای سرگیری سفرهای زیارتی تا کنون 175 هزار نفر با کاروان‌های زیر نظر سازمان حج و زیارت به عراق سفر کردند و برخی دیگر از زائران به صورت انفرادی. از ابتدای شیوع کرونا در سال 98 تا اواخر آبان ماه سال گذشته، ستاد ملی کرونا در ایران نیز مجوزی برای اعزام زائران در قالب کاروان‌های حج و زیارت نداده بود. بر همین اساس هیچ کاروانی به زیارت اعتاب مقدس عراق اعزام نشد. با این وجود با موافقت ستاد کرونا و همچنین طرف عراقی، سفرهای هوایی به عراق از آبان سال گذشته برقرار شد و از خرداد امسال نیز سفرهای زمینی به عتبات از سر گرفته شد. با برقراری سفرهای هوایی و زمینی به عتبات، بسیاری از متقاضیان زیارت عتبات که بیش از 2 سال در انتظار بودند به این سفر معنوی مشرف شدند و در اربعین امسال نیز تعداد زائران ایرانی به بیش از 3.5 میلیون نفر رسید. همچنین در اربعین امسال بر اساس گزارش آستان مقدس عباسی، بیش از 21 میلیون نفر در اربعین حسینی به زیارت شهر مقدس کربلا مشرف شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته که 16 میلیون نفر بود بیش از 30% رشد داشته است. علاوه بر این، از خرداد امسال که سفرهای زمینی به عتبات برقرار شده، تعداد زائران نیز افزایش یافته، زیرا بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات به دلیل بالا بودن هزینه بلیت پروازها امکان سفر هوایی عتبات را نداشتند. مائده خاموش، اخبار شیعه.